اختلاف قدیمی ایران و طالبان بر سر حقابه هیرمند طی روزهای اخیر با تهدیدها و تندیهای لفظی مقامات دو کشور و واکنش های کاربران فضای مجازی همراه بوده است به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید ماجرای اختلاف ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند سر دراز دارد و با تغییر حاکمان کابل آنچه تغییر نکرده همین اختلاف بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند است. نظام ولایت فقی هرچند از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و خروج نیروهای امریکایی از این کشور خیلی زود زوغ زده شد و طالبان را جنبش اصیل منطقه خواند اما به نظر می رسد این ماه اصل تهران و کابل زودتر از آنچه انتظار می رفت به پایان رسیده است. رود بزرگ هیرمند که با نامهای هلمند یا هیلمند و در برخی کتب کهن تاریخی از آن به هندمند هم یاد شده است از ولایت هلمند افغانستان و ارتفاعات هندوکش در غرب کابل سرچشمه میگیرد و پس از طی مسیری حدوداً 1100 کیلومتری به دریاچه هامون که مشترک میان ایران و افغانستان است می ریزد. افغانستان با احداث دو سد کجکی و کمال خان مانع از رسیدن آب رودخانه هیرمند به خاک ایران شده است و بنابر ادعای دولت ایران این مسئله برخلاف توافق نامه امضا شده بین دو کشور در سال 1351 شمسی است. اما افغانستان چه پیش از به قدرت رسیدن طالبان و چه پس از آن دلایل گوناگونی را برای بستن آب به سوی ایران ذکر می کند. اشرف خنی رئیس جمهور پیشین ما به ازای حقابه ایران نفت مطالبه می کرد ولی طالبان خشکسالی و کاهش سطح نزولات آسمانی و پایین رفتن زخایر هیرمند پشت صدهای کجکی و کمالخان را بهانه کرده است. سال گذشته با رفت آمدهای های دیپلماتیک میان وزارت خارجه ایران و مقامات طالبان به نظر میرسید مشکل حل شده باشد اما در عمل چنین نشد و طرفهای ایرانی و افغانستانی هر یک همان حرفهای سابق را تکرار میکنند تا آنجا که هفته قبل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران زبان به تهدید طالبان گشود تهدیدی که به نظر نمیرسد طالبان را ترسانده باشد در پی تهدید رئیس جمهور ایران دفتر سخنگوی طالبان با انتشار ای اظهارات رئیسی را نامناسب و زیان آور دانسته و خواسته که این اظهارات تکرار نگردد که در غیر این صورت به نفع هیچ کدام از دو طرف نخواهد بود در این اعلامیه خشکسالی و کمبود آب در ذخایر کمالخان و کجکی مانع از ارسال آب به سوی ایران ذکر شده است که این پاسخ با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد و عکس‌های ای از پرآب بودن ذخایر مذکور ادعای طالبان را به چالش کشید. متعاقب به این اعلامیه شدید و لحن طالبان ویدیویی از ژنرال مبین از فرماندهان شناخته شده ی طالبان در فضای مجازی انتشار پیدا کرده که اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی را به استهزا گرفت رئیس جمهور ایران اختار داد که او ندادی ما عمله میکنیم در هلمان او نیست که نماز لوگر شریف بر شب پاک میبریم خو اختار نت ما میترسیم باز. ای نه. یک به خدمت تانست. به نظر می رسد دوئل ایران و طالبان به مرحله حیثیتی رسیده باشد و موضوع از حقا فراتر رفته و به مانور اقتدار دو طرف پیوند خورده باشد. از یک سو طالبان که خود را پیروز در جنگ با دو ابرقدرت شوروی و امریکا می دانند و به اعتماد به نفس بالایی رسیده که تهدید ایران را جدی نمی گیرند و از سوی دیگر نظام ایران که حوزه دخالت خود را از یمن تا عراق و سوریه و لبنان و جای جای خاور میانه گسترانده نمیتواند نسبت به سرسختی همسایه شرقی خود بیعتنا بماند و از سوی دیگر مردمانی خسته از دهها جنگ نظامی و اقتصادی در دو کشور که تمایلی به ورود به جنگ دیگری ندارند سعید بهاری اخبار